تبدیل شد به یک قهرمانی که به سالها بعد از فوتش که اتفاقا در همین روزها هست سال مرگش هنوز اینقدر زنده است هنوز اینقدر دوستش داریم و هنوز احساس میکنیم که اصلا من شخصا که در واقع دوران روزنامه همراه با در واقع دوران مربیگری آقای حجازی و دورانی که وقتی شروع کردم فوتبال تماشا کردن با اولین بازی که تو ورزشگاه دیدم میشون توی دروازه بوده اصلا فکر نمی کنم که از دستش دادیم و همچنان تصاویر زیبایی که داره در واقع اون حیبتش اون صداش من به خصوص در مورد صداش صحبت می کنم تو گوشم هست. میخوام ببینم چه جوری میشه که یک نفر اینجوری جاودانه میشه. من حالا چون سنم خیلی بیشتر از شما شماست من در قدر از 12 13 سالگی ناصر حجازی رو دیدم. هنوز در تیم نادر بازی می‌کرد. سالی سال 1347 حالا در مورد شخص خودم در حقیقت از دوره نوجوانی به جوانی و حالا که به سالمندی رسیدم با ناصر حجازی و خب خیلی های دیگه جلو اومدیم اما ناصر حجازی جایگاه ویژه‌ای داره در فوتبال ایران به چند دلیل یک در حقیقت بعد از پیروزی ایران بر اسرائیل در سال 1147 که نقطه اوج فوتبال ایران هست در دهه چهل و تا ده سال بعد ما تا سال 57 که به جام جهانی 78 میلیون شرکت میکنیم ایران آقای آسیا محسوب میشه ناصر حجازی بعد از اون تیم سنگربان تیم ملیه در حقیقت آغازگری عصر جدید در فوتبال اون ده سال خیلی ده سال کلیدیه 77. تا 57 ناصر حجازی مرد شماره یک اون دوران هست و تفاوت اساسی با دروازه های پیش از خودش داشت که میتونیم با هم صحبت کنیم دو قهرمانی با تاج در جام باشگاه های آسیا که اولین قهرمانی تیم یک باشگاه از ایران در آسیا است جایگاهی ویژه داشت و استمراری که با تیم ملی داره در حقیقت قهرمانی در جام ملت های جامعه ملت های آسیا دو بازی های آسیایی و بعد این خط سیر ادامه پیدا میکنه اولین باری که تیم ملی ایران پا به جام جهانی میذاره در سال 1978 سنگربان اصلیش ناصر حجازی هست و در بازی های مقدماتی بازی بسیار درخشانی ارائه میده و اون تیم بیشکست راهی جام جهانی میشه و یادمون باشه در حقیقت ما در از هشت بازی ما دوازده گل زدیم و فقط سه گل خوردیم کویت کره جنوبی دوازده گل مثل ما زده بود کویت که یه گل بیشتر زده بود 13 گل زده بود ولی اونا 8 گل خورده بودن یعنی اون راهیابی ما به جام جهانی که به حال نقطه عطف فوتبال ایران هست برای اولین بار برتافته از اون خط دفاع فوق که حالا میتونیم جداگانه در مورد اون خط دفاعی صحبت کنیم که اما درون دروازه ناصر حجازی است حالا نکته بعدی چهار ناصر حجازی فوتبال قبل و بعد از انقلاب به هم پیوند میده این خیلی نکته کلیدیه در واقع دو بازیکن در فوتبال ایران این کار رو انجام دادن و به همین دلیل جایگاه ویژه‌ای دارن علی پروین با, با پرسپولیس و ناصر حجازی با تاج و استقلال در واقع دو دوره تاریخی و سیاسی و اجتماعی به کلی متفاوت ولی این دو بازیکن از این گذرگاه عبور میکنن و حداقل برای خود من که اون به فوتبال قبل از انقلاب خیلی تعلق خاطر داره اما در دهه 60 اون دهه‌ای که میگفتن فوتبال نباید باشه همه خنجرها رو از رو و اون فوتبال کشیده بودن و, و انکار میکردن فوتبال و بازیکنانی مثل هجازی و پروینو ولی اونا هر دوتاشون ادامه دادن پروین هم جایگاه کلیدی داره میشه جداگونه در موردش صحبت کرد اما ناصر هجازی میمونه و این, 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 این گذرگاه رو به ما نشون میده و ما, و ما رو آینده سوق میده بنابراین وقتی که فوتبال میذاره کنار در همون دهه ش ما از دل اون طوفان ها به دهه هفتاد میرسیم که یه عصر دیگه یک جدا بنی بنابراین این این تسبیح و این کنار هم میذاری این بند ها رو و این مهره ها رو میبینی ناصر حجازی از سال 47 بعد از اون قهرمانی میاد عصر نوع فوتبال ایران باش معرفی میشه که من دهه 50 خیلی دهه کلیدی هست و اون قهرمانی ها درخشش با باشگاه تاج درخشش با تیم ملی اینا رو با جزئیات سال سو می میکنم انقدر شیرین صحبت میکنید آدم میخواد اینجا من دوست دارم مثلا قرار نیست که در جدی میگم به خدا عرض خدمت شما که حالا سوال اینه من فکر میکنم ناصر حجازی یه یعنی چیزی که بعد از این همه سال دربارش و خوندن باش صحبت کردن معاشرت کردن فکر میکنم یه متف... تفاوتی نسبت به بدنه در واقع فوتبال ایران داره یه مقدار انگار از همه مدرن تره چه در در واقع شکل و که حالا شما باید توضیح بدین چه نحوه انتخابشه که یکم فرق میکنه چه تحصیلاتشه چه تیپ و قیافشه حالا بعد چه اینکه وارد یه سری موزگیری سیاسی میشه آدمی که در واقع بالاخره چه قبل انقلاب چه بعد انقلاب مثلا به هر حال مسائلی داره که جذابه دربارش صحبت کردند. و اینا به نظرم خب خیلی تاثیر داشته توی مانده داریش اول چیزی که بعد درباره شاید صحبت کنیم درباره اینکه چجوری میاد جای از اصلی که شاید بگیم آقا مثلا ما مثلا یه گلری داریم مثل عابدزاده مثلا یهو یه دروازه‌بان نوخواسته میاد جاشو میگیره درسته دیگه اگه بگم از نظر استیلایی بله همینطوره در تیم که تیمی که قهرمان جام های یه... بله این مهدی اسکرخانی و ناصرشی در مسابقات آموزشگاه های کشور هستن با این عکس بعد مورد سال 45 46 باشه اه، اه، تیم ملی ایران قهرمانی جام ملت های آسیا با پیروزی برابر اسرائیل عزیز اصلی دروازه بانشه یکی از برای ما واقعا یک بوتی بود و اونو برای خود من به خاطر اون اندام برتافته و شیرجه ها شیفته عزیز اصلی بودیم ما اون دورا و اصلا تعریفمون از دروازبان خوب دروازه‌بانی بود که شیرژه های خوب میرفت میدونی شجاهانه میومد بیرون برخورد میکرد و, و اون شیرجه ها با اون جامعه های تمام سیاه و مشکی و توپو که میزدن وقتی که شیرجه میرفتن اینو به اوت میفرستادن وقتی رو زمین میومدن شاید حتی معلق ما دوست داشتیم اونو. و خیلی تماشایی بود و هیجان انگیز ناصر حجازی در حقیقت به تعبیری آنتیتز اونجور دروازبان ها بود یعنی دروازبان بود که هرشم خوب شیرجه میرفت یا میتونست شیرجه بره ولی در حقیقت اونو با شیرجهاش تعریف نمی کردیم یه جورایی با زمان از دی بیرون اومدن از دروازه حالا این در حقیقت جامعه جهانی کوچک است اون موقع حالا شاید تو همین زربم میبینیم که چقدر شیرجه ای میره و چه واکنشی داره من برای حالا تبیین و توصیف شیوه دروازبانی ناصر حجازی به چگونگی ورودش به باشگاه تاجوند اشاره میکنم در حقیقت به روایت رایکوف که چرا رایکوف یه جمع...